به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز یک شنبه دوم جدی 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 23 دسامبر سال 2018 میلادی. در نخست سرخط خبرها، معرفی اسدالله خالد و امرالله صالح به حیث سرپرست وزارت های دفاع و داخله، انتقال از ستایش وزیر خارجه پاکستان در پیوند به طرح خروج نیمی از نظامیان امریکایی از افغانستان، بودجه ملی در معرض استفاده سوی حکومت و اعضای مجلس نمایندگان، تلاش ها برای تولید بیش از 2000 مگاوات برق آفتابی در 5 زون کشور و جان باختن بیشتر از 220 تن در اندونزیا اثر سونامی. من سید فرید صنایعی هستم. اسدالله خالد به حیث نامزد وزیر وزارت دفاع ملی و امرالله صالح به حیث نامزد وزیر وزارت امور داخله معرفی شدند. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهوری کشور امروز در حکم‌های جداگانه آنان را به حیث سرپرست نهادها تعیین و برای گرفتن رأی تایید به مجلس نمایندگان معرفی کرده است. اسدالله خالد و امرالله صالح پیش از این در پست رؤسای امنیت ملی کار کرده است. احمد شکیب محمدی گزارش می‌دهد. تغییر در رهبری وزارت‌های کلیدی کشور بر بنیاد خبرنامه کاخ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور امروز با صادر کردن حکم‌های جداگانه اسدالله خالد را به حیث نامزد وزیر وزارت دفاع ملی و امرالله صالح را به حیث نامزد وزیر وزارت امور داخله معرفی کرد. در دو حکم دیگر آنان به حیث سرپرستان این نهادها نیز گماشته شدند. آقای خالد و آقای صالح که پیش از این به حیث رؤسای ریاست عمومی امنیت ملی کار کردند، از چهره های ضد طالبان و پاکستان به شمار می روند و گزینش آنان در این سمت ها واکنش های را نیز در پی داشته است. آگاهان سیاسی به این باورند که گزینش آنان در زمان کنونی بر روند صلح با طالبان تأثیر خواهد گذاشت. آقای غنی فقط و فقط به خاطر بقای خود، به خاطر ازی که بتانه در افغانستان با هر شیوه و میتوت که خواسته باشه حکومت بکنه، با اون نسبت است که به حساب اینا ای دو چهره را گماشتن. اما برخی از آگاهان نظامی گزینش آنان را به این سمت‌ها به سود نظامیان کشور دانسته و در این باره چنین میگویند: انتقادایی که در صفحات اجتماعی میکردن از تلفات ملکی و از تلفات نظامی ها داد و بیداد میکردن، خوب است که اینا آمدن در یکی قدرت و ببینیم که اینا بهبوده و تغییر مثبت در افغانستان رو نما بکنن. پیش از این وزارت دفاع ملی را طارق‌شاه بهرامی و وزارت امور داخله را ویس احمد برمک رهبری میکردند. وزیر خارجه پاکستان از خروج نیمی از نظامیان امریکایی از افغانستان ستایش کرده، گفته است خروج این نظامیان به گفتگوهای صلح میان طالبان و امریکا کمک می کند. اما آگاهان سیاسی چنین موقف گیری مقامهای پاکستانی را پشتیبانی آشکار آن کشور از طالبان می دانند. تصمیم خروج 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان واکنش‌های گوناگون را برانگیخته است. در این میان تنها کشوری که شاید خیلی‌ها خرسند به نظر می‌رسد پاکستان است، به گونه‌ای که وزیر خارجه آن کشور گفته است: تصمیم رئیس جمهور ترامپ در خصوص بیرون کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان تصمیم مناسب برای پیشبرد گفتگوهای صلح میان طالبان و آمریکا است. با تماس‌های زیاد نتوانستیم دیدگاه وزارت خارجه افغانستان را در مورد این واکنش وزارت خارجه پاکستان بگیریم، اما چنین موضع‌گیری از سوی مقام‌های پاکستانی بیانگر پشتیبانی آشکار آن کشور از طالبان دانسته می‌شود. آرمان‌های ملی و منافع ملی پاکستانی‌ها در صلح افغانستان نهفته نباشد. صلح افغانستان را آنها هیچ وفادار به این نیستند که طالبان بیاید و به افغانستان. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان گفته است کشورش برای تسهیل روند گفتگوهای صلح افغانستان شمار از زندانیان طالب را در آن کشور آزاد کرده است.
اما آزادی افراد طالبان بدون هیچ گونه توافق در روند صلح افغانستان ترفند دیگران کشور برای تقویت طالبان دانسته می شود. که طالبان وابسته هست و پاکستان نقش بسیار عمده و اساسی در وجود طالبان و در تامین صلح در افغانستان یک واقعیت است داره. اینجا در مجلس سنا نیز دیدگاه ها در مورد خروج نظامیان امریکایی این گونه است. بله لوی به باوری داده چه د ترامپ لخوا څخه یو عجولانه تصمیم نیولای کیږي. وزارت امور داخله نیز در مورد خروج نظامیان امریکایی چنین میگوید. تمام ماموریت های جنگی را نیروهای امنیتی افغانستان پیش میبرند. تنها ما در بخش حمایت های هوایی، مشوره‌دهی و امو تجهیز و حمایت های لوجستیکی نیروهای بین المللی را نیاز داریم. تصمیم خارج نمودن 7000 نظامی آمریکایی از کشور بیگومگاهای بسیاری را در میان متحدان آمریکا و رسانه‌های غربی نیز ایجاد کرده است. به گونه‌ای که شمار از رسانه‌های غربی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را تحفه پیش از کریسمس دولت آمریکا به طالبان دانستند. حکومت باید در مشوره با رهبران جهادی و جریان‌های سیاسی کمیسیون را ایجاد نماید تا با هماهنگی هم وارد گفتگو با طالبان شوند. یک عضو برد مشورتی صلح در گفتگو با تلویزیون خورشید میگوید حکومت باید هیئت گفتگو کننده صلح را از مجموع شخصیت‌های جهادی و سیاسی تشکیل بدهد. از سوی هم رئیس مجلس نمایندگان میگوید گفتگوهای صلح باید منسجم و از یک نشانی مشخص انجام شود. 13 روز پیش حکومت برد عالی مشورتی 33 نفری را به هدف به وجود آوردن تفاهم ملی برای تأمین صلح ایجاد کرد. بردی که سبب شد تا در نخستین روز آن یک معاون شورای عالی صلح ایجاد آن را ناقص و ناعادلانه بداند. زنان حضور مساوی ندارند. نصف نفوس جامعه هستند در وقت رای دادن، نه در وقت مشارکت. جوانان در اینجا حضور ندارن، جامعه مدنی در اینجا حضور نداره، پس به این خاطر این برد ناقص است. این سر و صداها تا حد ادامه یافت که در هفته گذشته در نخست نشست این برد بیشتر چهره‌های اثرگذار سیاسی و جهادی در آن اشتراک نکردند. موضوعی که سبب شد تا رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح از تجدید نظر در مورد آن سخن بزند. برای ما صلاحیت داده شده که او حکم تجدید نظر کنیم و ترکیب او برد عالی مشورتی را از سر درست کنیم. صلاحیتش هم از سر درست کنیم. حالا نمایندگان مجلس از حکومت میخواهند تا نواقص را که در این برد ایجاد شده است برطرف کرده و به این برد صلاحیت بدهند در روند صلح کار جدی را انجام دهد. امیدوار هستم که هم حکومت افغانستان بتواند از یک طرف نواقص برطرف بکنه و از جانب دیگه بیشتر به اینا صلاحیت داده شود که در ارتباط با صلح کار خود عملا اینا آغاز بکنه. همزمان با این یک عضو برد مشورتی صلح از حکومت میخواهد با افرادی که از ایجاد این برد ناراضند گفتگو نماید تا کمیسیون ایجاد شود و سپس با هماهنگی هم وارد گفتگو با طالبان گردند. یک گله گذاری هایی که یک چیز دیگه از عذاب و جناح های دیگه دارن با اونا هم مشوره کرده یک شورای یا کمیسیونی به نام صلح اینا تشکیل بکنن. در سوی دیگر امریکا و برخی از کشورهای منطقه در تلاشند تا میان حکومت افغانستان و طالبان تا پایان امسال گفتگوی مستقیم و رودررو را انجام دهند. رئیس مجلس نمایندگان میگوید که گفتگوهای صلح باید منسجم و از یک نشانی مشخص انجام شود. به خاطر وفاق سیاسی یک دیدگاه مشترک در رابطه با صلح دست پیدا بکنیم، با همه اعضا جلسه عاجل خود را روی دست بگیرند که نظریات واحد ما داشته باشیم. با این همه در حالی از تجدید نظر در مورد این برد سخن زده می شود که حکومت پس از 8 ماه رایزنی برد عالی مشورتی و تیم مذاکره کننده صلح را ایجاد کرد. فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع در سفرش به ننگرهار با والی و نیروهای امنیتی این ولایت دیدار نمود. در این دیدار که در میدان هوایی این ولایت انجام شد، هر دو طرف در مورد بهبود وضعیت امنیتی این ولایت، تشکیل ارتش محلی و تجهیز نیروهای امنیتی گفتگو نمودند. بر بنیاد خبرنامه دفتر رسانه‌های ننگرهار، در این دیدار ضمن طرح مسائل دیگر در مورد تامین صلح و ثبات در کشور نیز بحث شد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در دومین روز ثبت نام نامزدان انتخابات نیز هیچ کسی از بحر نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نامنویسی نکرده است، اما شمار افرادی که بسته های معلوماتی را دریافت کردند به 33 تن رسیده است. با گفته این کمیسیون، در میان افرادی که امروز این بسته ها را دریافت کردند، رئی جمهور غنی، حکمت خلیل کرزی و عبداللطیف پدرام نیز شاملند. اینجا در کمیسیون مستقل انتخابات در دومین روز ثبت نام نامزدان انتخابات نیز هیچ کسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حضور نیافتند، اما بیش از 10 تن که رئیس جمهور غنی، حکمت خلیل کرزی، عبداللطیف پترام و بشیر بیژن نیز در میان آنان شاملند، امروز بسته های معلوماتی نامزدی در انتخابات را دریافت کردند که با این رقم تعداد این افراد به 33 تن می رسد. در دې محل پر رسمي بڼه باندې هیڅ کس خپل ځان ولسمشری ټاکنو ته نومان کړی نه دی، اما معلوماتي کڅوړي د درو دیر شو په شاوخوا کې وړل شوی دی. از سوی دیگر تلاش ها برای ایجاد تکت های انتخاباتی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و برخی افرادی که بسته های معلوماتی را دریافت کردن می گویند که آنان در حال آماده کردن سند های مورد نیاز و تکمیل کردن تیم های انتخاباتی شانند. چیزایی که در مقرره و قانون انتخابات هست در حال تکمیل کردن هستیم، انشاءالله که در این هفته تا آخرای هفته تکمیل می شود. ما تا به حال نشسته خودم با مردم ادامه دادم و به امید از اینکه بعد از مشوره هایی که از مردم می گیرم به همو اساس و همو میارایی که مردم می خواهد به همو میار تیکت خود نهی بسازم. برخی از احزاب سیاسی نیز از تلاش ها برای ایجاد یک تکت انتخاباتی قوی که خواست های همه در آن برآورده شود سخن می زنند. دیدار و ملاقات های خود را داشته، طرحهای اونا را هم شنیدیم و طرحهای خود را ما بر از اونا عرض کردیم. آنچه که به ما تابال مشخص است، ما معانیت اول را به عنوان خط سرخ خود انتخاب کردیم. بر بنیاد تقویم انتخابات کمتر از 4 ماه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است و بارها بر این است که کمیسیون مستقل انتخابات با مدیران کنونی نمیتواند این انتخابات را برگزار کند و یک روز پیش حکومت نیز از کارکرد ضعیف کمیشنران نهاد سخت انتقاد کرده است. بودجه ملی در معرض استفاده سوی حکومت و اعضای مجلس نمایندگان قرار دارد. دیدبان شفافیت افغانستان می‌افزاید برخی از اعضای مجلس نمایندگان از بهر امتیازگیری‌های شخصی پیشنویس بودجه مالی سال 1398 را تصویب نمی‌کنند. در همین حال این نهاد تأکید می‌ورزد که جمع‌آوری درآمدها در زمان حکومت وحدت ملی نزدیک به دو برابر شده است. رد پیشنویس بودجه ملی از سوی مجلس نمایندگان واکنش های گوناگون را برانگیخته است. در تازه ترین مورد دیدبان شفافیت افغانستان هدف از رد بودجه سال آینده را از سوی مجلس نمایندگان امتیازگیری های شخصی شمار از اعضای این مجلس می داند. بودجه ملی در معرض سوء استفاده حکومت و زورمندان قرار دارد. متاسفانه که حکومت افغانستان نتوانسته که پروسه بودجه را به یک پروسه ملی مبدل بکنه. در همین حال این نهاد به این باور است که گردآوری درآمدها در دوران حکومت وحدت ملی تقریبا دو برابر شده است و بر بنیاد پژوهش دیدبان شفافیت افغانستان فساد، اشتراک نکردن مردم و نفوذ افراد سیاسی سبب شده تا بودجه ملی سال روان نتواند در کاهش ناداری و رشد اقتصادی کشور مؤثر واقع شود. دلایلی که باعث از این شده که عواید از 99 میلیارد به 189 میلیارد افزایش بیابه، یکی مالیات جدید است به شمول مالیات خدمات تلفن، افزایش مالیات بر نفت. بودجه سازی پاسخ به جنبه هستن، اینا خودشان اصلا به نام کاری خود نمیفهمند که اینا چی باید کنن، یعنی اینا خودشان به ظرف سازی ضرورت دارن. با این همه وزارت مالیه با رد این گفته ها میافزاید که این پیشنویس همه شمول و مطابق به نیازمندی های کشور آمده. بودجه سال مالی 1398 یک بودجه است که به اساس نیازمندی های مردم ساخته شده، به اساس معیارهای بین المللی ساخته شده است. در زمان جلسات استماعی بودجه نه تنها که وزارت های سکتوری موجود بودند، بلکه نهادهای مدنی
متخصصین سکتور اقتصادی و سکتور دیگر که همهشان مستقل بودند. پس از آن که چند پیش مجلس سنا پیشنویس بودجه ملی سال 1398 را تایید کرد، اعضای مجلس نمایندگان آن را به دلیل گوناگون رد کردند و از وزارت مالیه خواستند تا پس از برداشتن نقایص و چالش‌ها این پیشنویس را دوباره به مجلس جهت تایید نهایی ارائه کند. خبرهای اقتصادی تا لحظات بعد تقدیم می‌شود. ادامه خبرها. پروژه تولید بیش از 2000 مگاوات برق خورشیدی در 5 زون کشور آماده سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی است. سرپرست وزارت انرژی آب میگوید در حال حاضر چندین شرکت بزرگ داخلی و بیرونی که علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در این پروژه هستند، طرح‌هایشان را به این نهاد فرستاده و قرار است برای تولید هر مگاوات برق بیش از 1 میلیون دلار سرمایه‌گذاری شود. سرپرست وزارت انرژی و آب می گوید در حال حاضر حکومت تلاش می ورزد با جلب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در زمینه تولید بیش از 2000 مگاوات برق خورشیدی در 5 زون بازرگانی کشور این نیازمندی ها را برطرف سازد و همکنون گفته می شود چندین شرکت بزرگ داخلی و خارجی علاقمند سرمایه گذاری در این پروژه هستند. تا قبل دسامبر باز از بخش سکتور خصوصی علاقمندی های زیادی تا بالی بوده، تا فعلا ما از همکارای ما معلومات دارم تا سطح کمپانی های بسیار بزرگی بین ملی تا سطح حتی 800 مگاوات هم آفر داره. هرچند نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه نیاز جدی دانسته می شود، اما مسئولان شرکت برشنا با انتقاد از وزارت مالیه می گویند افزایش تکس های مالیاتی بر دستگاه های تولید برق آفتابی، واردات سولر های بیکیفیت و همچنان نبود آگاهی آمد در برابر سرمایه گذاری های این پروژه از دشواری های جدی سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه می باشد. تعرفه سولر متاسفانه بلندترین تعرفه برق سولر جهان افغانستان یک از اگر جهان بلندترین نباشه یک از کشورهای بلندترین است که ما تعرفه سولر میتیم. این باید معافیت داده شود و اتاق تجارت و اتاق صنایع مادی مزارع تجارت دیگر سه کمکاری بیشتر و خوبتر که ما بکنم که بکنیم که رشد بتیم. هر اجناس چه سولر پا استفاده کیج دو غوت اروپا باید را چیتی سی او کم سی لکاغه از موش پام سای مملکتو که ده سولر پریندارو تاروپا سپر ده ولی موش تاروپا لرو. اما مسئولان ریاست مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه میگویند در حال حاضر مقدار مالیات نظر به نوعیت کالاهای بازرگانی تعیین می شود. هر پروژه چه منگا مختلو اغا یا مالی مدل لری چه در مالی مدل پا اساس طرفا تعیینی. با گفته مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان سالانه به ارزش 220 تا 270 میلیون دلار برق را از کشورهای ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان خریداری میکند که با عملی شدن این پروژه انتظار میرود روند انتقال برق وارداتی به کشور نیز کاهش یابد. مالداران آسیب دیده از خشکسالی ها مورد پشتیبانی جدی حکومت قرار می گیرند. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می گویند این نهاد به منظور جلوگیری از تلف شدن مواشی در زمستان سال جاری 13000 متریک تن مواد خوراکی حیوانی را خریداری کرده و قرار است برای مالداران در ولایت های آسیب دیده از خشکسالی ها توزیع شود. و 7 صراف در هرات که به تازگی از چنگ آدم ربایان آزاد شدند، از آنچه به کیفر نرسیدن آدم ربایان در این ولایت میخوانند سخت شکایت دارند. این صرافان بیش از 40 روز از سوی آدم ربایان در یک چاه نگهداری میشدند، در بدل پرداخت 16 میلیون افغانی رها شدند. در همین حال شمار از باشندگان هرات از آنچه افزایش جرایم و پیگیری نشدن پرونده مجرمان در این ولایت میخوانند ابراز نگرانی میکنند. خبرهای خارجی پس از میان برنامه کوتاه تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید.
در نتیجه وقوع سونامی در آبهای نزدیک بند اونجا دست کم 222 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رویداد سونامی در نتیجه لغزش زمین و سرازیر شدن آب اقیانوس بر جزایر سوماترا و جاوا رخ داده است. مقام‌های امداد گفتند که عملیات نجات گیرماندگان آغاز شده و احتمال افزایش قربانیان این رویداد طبیعی وجود دارد. شاهزاده طلال ابن عبدالعزیز امروز به سن 87 سالگی در عربستان سعودی درگذشت. با گزارش خبرگزاری رویترز، شاهزاده طلال که از چندین سال به این سو بیمار بود، یکی از مدعیان اصلی اصلاحات در دستگاه سلطنت عربستان سعودی بود. ولیعهد عربستان سعودی مرگ شاهزاده طلال را ضایعه بزرگ به آن کشور دانسته است. و ارتش ترکیه گفته است که شمار مرزبانان آن کشور در مرز با سوریه را به گونه چشمگیر افزایش می‌دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، صدها سرباز همراه با تجهیزات سنگین نظامی به مرز با سوریه فرستاده شدند. شبه نظامیان کرد مناطق مرزی سوریه با ترکیه را در اختیار دارند. ترکیه این شبه نظامیان را بخشی از حزب کارگران کردستان دانسته و می‌گوید که آنان هراس افغان هستند. با پایان سرویس خبری از ساعت 6 از خورشید رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.